سلام مجدد تو این ویدیو قراره بریم با همدیگه چند تا مادر بردو رو باز بکنیم صفحهشون رو با همدیگه بررسی کنیم از روی وبسایت ها یاد بگیریم مشخصاتی که جلسه قبل دیدیم و مشخصات دیگر رو بخونیم من بودی که میخوام انتخاب کنم بود ایسوزه همین بودی که انتخاب کردم رو میخوام مشخصاتش رو بتون نشون بدم و بریم شروع بکنیم در مورد بود من چرا ایسوز انتخاب میکنم چرا نمیدم سراغ گیگابایت یا مثلا سراغ ام اس من سلیقه‌ام با ایسوز بیشتر سازگاره بیشتر بلدم توشون بچرخم و امکاناتشون رو بهتر میشناسم ولی هیچ دلیلی نداره که بگیم بقیه بدترن یا این بهتره هر کدوم از مادربردها رده مختلف میتونن بهتر بدتر داشته باشن. من وارد سایت دیجیکالا شدم گفتم از دیجیکالا واسه مقایسه خیلی خوبه که استفاده بکنیم مال مختلف مختلفو میبینید رده بندی قیمتشون رو میبینید قیمت می ولی خب گیج میشه آدم او که الان کدومو به درد من میخوره چیکار باید بکنم یه نکته ای که از اینجا رو نگاه کنید یه چه بود 46 میلیونی میبینید نگرخید اینجا رو نگاه کنید نوشته ASUS WSX299 پس اگه قشنگ دقت بکنید ببینید اصلا چیپش فرق می‌کنه این مادربردی که برای ورک‌استیشن طراحی شده WS ورک‌استیشنه چیپستش فرق می‌کنه 8 تا جای رم داره اصلا هیچ تفاوت از بقیه است اینو حواستون باشه مادربردی که ما انتخاب کردیم مادربرد ایسوز Z690 پرایم Z690 P Wi-Fi بودش این مادربرد دو تا مدل داره اینجا نگاه کنید Z زید... ببخشید Z690 ولی من Z790 رو واسهتون باز کردم ببینید دوباره از اینجا ماده که من براتون انتخاب کردم ماده بورد Z690P وایفای هستش همین ماده که اینجا میدید ولی نکته اول و خیلی مهم اینه که این ماده دو تا نسخه داره یه نسخه Z690P وایفای و یه نسخه Z690P وایفای D4 فرق این دوتا چیه؟ این رم DDR4 میخوره این یکی رم DDR5 میخوره یادتونه توی CPU ها گفتم وقتی چیپ ست داشتم معرف میکرم گفتم که یکی از مزایای اینتل توی نسل 1213 اینه که هنوز از D5 دی D4 دی پشتیبانی میکنن رمایی که DDR4 هستن ولی AMD نه فقط D5 رو پشتیبانی میکنه واسه همین دو تا مادربرد میده بیرون مادربرد دی فور یا دی دی 4 خور هم به شما ارائه میده هنوز مادربردی که من انتخاب کردم دی 5 هستش اتفاقا که ننوشته و الان اینجا موجود نداره یکی دی به غیر از این هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنن تنها فرقشون همینه و قیمتشون قیمتش هم این نزدیک دو سه تومن بالاتر هستش حالا بریم ما هم دیگه اول دیجیکالا ببینیم بعد بریم از سایت خود ایسوس که حرفه‌ای تره یه توضیحات اولیه فرم فاکتورش ATX 4 تا اسلات داره سیپیو زد ه سوکت 1700 میخوره و دو کاناله میایم پایینتر میریم داخل قسمت مشخصات خب اینجا رو نگاه کنید نها کنید می آقا تایپ C یه دونه میخوره کلا 5 تا کانکتور فن میخوره برق که رو مادربرد میخوره یه 24 پین یه 8 پین و یه 4 پین نیاز داره پس شما این باید اینا رو به مادربردتون حتما بدید حواستون باشه برد تغذیه نگاه کنید اینجا گفته پونزفاز فاز من اگه بخواستم اد... کلمه علمیش رو بگم اونجا توی تب آخر بهتون نشون میدم که آقا درست شیه و خود شرکت ایسوس چی میگه ولی چون اینجا برد تغذیه پونزفاز فاز نوشته منم توی ویدیو قبلی اینجوری بهتون گفتم که دقیق بدونید چجوریه حالا میریم جودتر میبینیم حالا این پونزفاز فاز چیه متوجه میشیم کانال های صوتی هفته کانال کارت صدر تک روشه دو تا یو اس بی سی دو به شما میده کارت شبکه دو نیم گیگ داره جک سی نیم میلیمتری پنج تا از چه ریت هایی پشتیبانی میکنه سیف یک یک سیف و پنج یا ده یا پنج هدر یو اس پی تو دو عدد نوع اسلات ام توش از نوع کی ام هستش موقعی که ام رو میگم میفهمید فرقشون چیه؟ توضیح تکنی در رابطه با هدرها داده که چه هدرهایی رو ساپورت میکنه خوب اینا رو قشنگ بخونید ببینید مثلا آقا ادرس جن هدرز داره دو تا دونه آورا آر جی هدرز داره کلیر سیموس داره اون جاهایی که میتونید کاری تغییری بدید رو داره اینجا واسهتون عمل نوشته از ایکس پشتیبانی میکنه که اگه بخواید رمی بالاتر از فرکانس عادی یا اوور کلاک شده بذارید این ایکس دا وجود داره واسهش USB اس توضیحات خیلی کامل تری که از هر کدوم چیه داده کانکتور ساتا -4 تا دونه داره 128 گرم از نوع DDR5 یه دونه اسلات 1x داره سه تا اسلات 16x داره و فرم فاکتورش هم اینجا گفته نسلی که پشتیبانی میکنه و پرداز و استانداردهای حافظه تا سرعت 6 مگاهرتز رو ساپورت میکنه که حالا منم اتفاقا رم 5600 فکر کنم براش گرفتم چهار تا اسلات حافظه داره چیپست اینه و بقیه توضیحات پس توضیحات کامل رو اینجا گذاشته بدم نیست واقعا توضیحات خیلی تکمیل و خوبه و اینجا هست ولی اگه بخوایم توضیحات حرفه‌ای‌تر و کاملتر مادربرد رو ببینیم باید به وبسایت اصلیش برید وبسایت ایسوس وبسایت MSI هر وبسایتی که سازنده هست بیاید اونجا و اینجا خیلی کامل و جامع توضیح داده یه نکته اول بگم اگه مادربرد Z690 بگیرید میتونید سی های نسل 13 رو هم روش نصب کنید ولی موقعی که نسل 13 اومد مادربرد Z790 اومده پس اون دوتا با هم بهتر یعنی با یه با هم همزمان اومده ولی زد 690 با یه آپدیت آپدیت بایوس میتونه سی های 1700 میتونه سی های نسل 13 رو هم رو خودش بگیره اگر مادربردتون قدیمی باشه یعنی برای قبل از این بشه که نسل 13 اومده باشه و الان میخواین نسل 13 بذاری روش باید یه بار بایوسش رو آپدیت کنی حتما قبل از این که بذاری روش و چون اون دوگمه بایوس آپدیت رو نداره اون وقت یه ذره کار واسهتون سخت میشه باید یه سی پیو نسل بذاری بایوس تو آپدیت کنی بیاری بالا بعد برداری سی پی یو نسل 13 بذاری ولی مادربردهای جدیدش که اومده دیگه این آپدیت رو خود شرکت سخت افزاری انجام داده گارانتی کننده اینو انجام داده حتی اگرم گرفتید مادربرد دیدید سی رو نمیخونه و فهمیدید مشکلی نه. ببرید گارانتی بگید آقا این بایوسش باید آپدیت شه من سی پی یو 12 ندارم شما به زیر آپدیت کنید به من بدید این کارو واسهتون انجام میدم اینجا یه سری توضیحات کامل رو گذاشته مثلا ببینید میگه آقا large VRM heatsink داره این زیر اون پونزه فازی بود که اونجا دیدیم ببینید پونزفاز فاز چی بود از اینجاست چارده به اضافه یک فاز DRMOS داره خب که میشه پونزفاز. فاز به اینا میگن VRM حالا پایین تر تو این صفحه خیلی خوشگل و جامعه بهتون نشون میدم. نگاه اولیه به مادر بورده. میتونید صفحات رو جابجا بکنید پنل پشتی رو از اینجا ببینید این قاب پشتیشه کارت شبکه وایرلسش رو اینجا گذاشته میایم پایین توضیحات اولیه و خوشبختانه ایسوس برای هر صفحه عبادت بودش کلی زمان میذاره و خیلی خوشگل طراحی میکنه نگاه کنید اسکرول که میکنید پایین اینا اضافه می‌شه اکسپنشن پورت رو گذاشته یه دونه پی سی ایکس 16 سیف اسلات داره خب یه دونه پی سی 16 4 داره پی سی ای 4 ایکس 16 داره یه دونه پی سی 3 ایکس 16 داره دو تا از این داره و یه دونه هم PCI 3 1 داره اسلات های M2 رو این بند نوشته اسلات حافظه رو اینجا نوشته DR, DR MOS هم اینجا گذاشته که آقا 14 به اضافه یک فاز اینجا قرار گرفته یه ذره پایینتر میاد کولینگش رو گفته آقا کولینگش این داره چه چجوری خنک میشه یه VRM هیت سینک به اضافه CPU فن هدرزا اینجا قرار داره این CPU فن هدرزی به این قرار داره VRM هیت سینک اینجاست ام 2 ش یه دونش اسلات داره خنک میشه ای آی پمپش اینجا سی فن یا فن کیستون اینجا قرار داره چیپست هیت سینک و سی فن هدر هم اینجا قرار داره میرید این برتر یا میزنید روش یا خودش میاد اسپول میکنید پرسونالیزیشن شخصی سازیاش چه چیزایی هستش من دونه دونه بخوام اینا رو بگم دیگه خیلی میشه خودتون حتما ببینید کانکتیویتی چه چیزایی برای وست کردن اینا هنوز کانکتیویتی پورت های پشتش رو کامل گذاشته و جلو هم گفته چه پورت های دیگری میتونید بست کنید غیر از این یو اس بی هایی که پشت به شما میده ببینید یک دو سه چهار پنج شیش داد یو اس بی این پشت داده ولی چهارده تا یو اس بی ساپورت میکرد زد شیش سر نوت اینجا نها کنید دو تا یو اس بی هدر یو اس بی تو اینجا گذاشته یه دنه یو اس بی هدر جنتوه سه و دو جنتو اینجا گذاشته یه دونه CO2 جنوان اینجا گذاشته یه دونه هم تایپ سی اینجا اینا چیه اینا کارت های جداگونه یک که امکان داره کیس شما جلوش داشته باشه بتونید وصل بکنید یا خودتون جداگونه بتونید وصل بکنید اینجوری پس 14 تا رو پر میکنه و همه رو بهتون میده که بتونید استفاده کنید باز یه ذره میام پایینتر در رابطه با فلکسیبیلیتیش اینجا توضیح داده امکاناتی که روی بود به صورت نرم افزاری وجود داره مثلا وی ما رو میتونید از اینجا کنترل کنید با این با این چیپستی که اینجا وجود داره باز پایین پایینتر اینجا باز امکانات نرم افزاریه بریم سراغ کولینگ نا کنید قسمت کولینگش آقا میگه این M2 چقدر میتونه کولینگش تأثیر گذار باشه پیچش چجوری باز میشه ببینید خیلی قشنگ و جامع اینا رو گذاشته ویارم این هیت سینکا برای خنک کردن ویارم ها هستش که انواع مختلفی هستش و اینجا توضیحاتش رو داده بعد اینجا کنید آقا سنسورها یا سورس های مختلفی که برای تمپرچر وجود داره کجاها رو باید حس بکنه و توی مادربورد به شما نشون بده نگاه سی رو میتونه خودش نشون بده مادربورد جی پی رو میتونه خودش نشون بده سنسورشو داره جی پی اینجا و یه دونه مادربرد رو اینجا اگه خاصی میتونیم وصل بکنیم اینا سنسورهایی که داره ای آی پمپات کجا قرار داره کامل گفته که آقا ای پمپ کجا قرار داره و این قسمت اسمارت پروتکشن کجاها داره امنیت میشه از طریق این اسمارت که اوورهیت نشه و یه وقت مشکلی پیش نیاد و قسمت آخرم پین چار پین دیسی فن رو اینجا گذاشته جاشو قشنگ بهت نشون دو تا دونه اینجا داریم یه نه اینجا داریم این بالا هم هستش که الان رفته اون زیر توی قسمت پرفورمنس ناکنید اگه بخواید برقش رو بس بکنید یه هش پین یه چار پین اینجا هست که اینجا توزه داره آقا باید 12 ولت رو بهش برسونی بعد اینا هم اون وی های ما هستش نها کنید 14 به اضافه یک فاز وی آر که ما اینجا داریم این وی آر اون هی سینک هیت سینکی که دیدید روی اینا در از قرار میگیره روی اینا قرار میگیره که بتونه اینجا رو خنک بکنه چون اینا داغ میشن و برق ورودی اینجاست بعد در بطور رمش گفته مثلا رم دی تا 6000 او اوسی میشه اگه خواستید بعد استوریج گفته سه تا استوریج میتونید بذارید دو تا 110 یه دونه 80 اینو حواستون باشه این یه دونه وسطی ها حد اکثر 80 میخوره 3 تا 110 نمیتونید بذارید بعد PCIe 5 رو توضیح داده که آقا چجوریه بعد USB های Gen 2 بعد تاندربولتی که این پشت داریم اینجا داریم میتونیم تاندربولت رو اگه خواستید وصل بکنید تاندربولت 4 ساپورت میکنه اینتل وای فای که داره و کارت شبکه 2.5 گیگش رو هم توضیح داده و یه توضیحات در رابطه تو آدیو آورا سینکی که چجوری میتونید همه مادربرد و همه رنگاتون رو با هم سینک بکنید یک جا کار بکنه مثلا ادرس جنریشن دو دومون هدرش اینجاست و نفذار آرمور کریت که چجوری اونها رو کنترل کنه، از همینجا جا میتونید دانلود کنید و کلی امکانات دیگه که این وبسایت گذاشته و حالا اینکه با چه قطعاتی هم میتونید این رو ست بکنید اینجا کامل گذاشته که اگه خاصی از ایسوس بگیرید میتونید بقیه چیزا رو اینا توضیحاتیه که شما باید قبل از خرید وارد برد برید تصمیم بگیرید برید اینا رو ببینید دقیقا بدونید چیه بعد خرید کنید ببینید شاید وقتی شما 10 تا 20 تا 100 تا دونه کیس بسید دیگه نیازی به دونستن اینا هم نداشته باشی یه نگاه بندازی به مادر برده دفترچه رو بخونی اینا رو بفهمی ولی واسه اوایل کار اگر شروع دارید میکنید که خب تو این دوره ما میخوایم از بیس و پایه بگیم حتما اینا رو بررسی کنید حتما حتما وقت بذارید خیلی وقت نمیگیره دیگه یه ساعت دو ساعت نهایت میخواید وقت بذارید کل اینا رو انتخاب بکنید من حاضرم یک روز وقت بذارم برای هر کسی یه کیس خوب انتخاب بکنم پولم رو میگیرم خب ولی موضوع اینه که تا ابد اون آدم دعا میکنه که آقا همه چیزش و همه چیزش میاد نرفته یه باتلنکی ایجاد بکنه که درد سر بشه پس اینجوری باید تصمیم بگیرید و حواستون باشه من اگه به خودم بود میگفتم نه آقا یه مادربرد سری هیرو میبندم پولم ما در نظر بگیرید کسی که میخواید براش کیس ببندید چقدر میتونه هزینه کنه هزینهتون رو باید تقسیم بندی کنید و بعد دو طرف صحبت میکنم مثلا میگه آقا شاید من در آینده بخوام ارتقا بدم اوکی اگه قرار ارتقا بده مادر برد تو خوب بردار بعدم هر چیزی خاص ارتقا بده دیگه نخواد مادر برد عوض کنه حواستون به این موارد باشه امیدوارم که این به براتون خوب باشه من در مورد مادر همه امکاناتی که لازم بود رو گفتم گفتم که چه جوری میتونیم انتخابش بکنیم و الان دیگه ما سی پی اومونو داریم مادربردمون رو داریم بریم سراغ قطعات بعدی توی بعدی میبینمتون